بریم چند ثانیه نگاه کنید و ذهنتون رو به چالش بکشید. سوال من از شما اینه که چه چیزی باعث شده تا چهره این خانم به این شکل در بیاد؟ مثلا شوکه شدن، احساساتی شدن، اغنا شدن و یا گزینه‌های دیگر؟ بله، صدای اذان. اگر اشتباه حد زدید ناراحت نباشید، چون تصور یک عمل غیر ممکن سخته و مغز ما به دنبال پیدا کردن الگوها و قوانین ثابت در جهانه. وقتی یک ایده یا عملی به نظر غیر ممکن میاد، مغزمون هم به دنبال راه حلی نمیگرده، چون مبنا یا منطقی براش وجود نداره. اما تو این روزها به لطف وجود آخوندهای مجازی بدون عمامه، هر غیر ممکنی ممکنه. هنگام اذان تایم طلایی برای دعا کردن و درخواست از پروردگاره. اگر گره‌های کور بیشماری تو زندگیت داری، اگر درخواست و حاجتی داری که میخوای سریع برآورده بشه، اگر ورودی‌های مالی توی زندگیت مسدود شده، کافیه 40 روز به طور مداوم و پیوسته از این ذکر بی‌نظیر و قدرتمند و 100% تضمینی استفاده بکنی. توی این سه تایم طلایی سجده میری و 3 مرتبه میگی یا الله، 3 مرتبه میگی یا رب، 3 مرتبه میگی سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم، استغفر الله، و بعد حاجت و درخواستت رو بیان میکنی و اونو رها میکنی. برای جمهوری اسلامی چه چیزی میتونست از این بهتر باشه که تو این وضعیت بد اقتصادی و فشار و سرکوب، یک عده شیاد به خاطر منافع شخصی و پر کردن جیبشون به مردم القا کنن که بدون مطالبه‌گری، پرسشگری و نداشتن حقوق شهروندی میشه به سعادت و خوشبختی رسید؟ تنها با تکرار روزانه ذکر. دیدن این پست اتفاقی نیست. هیچ اتفاقی تو این دنیا اتفاقی نیست. میخوام بهت یک مانترای قدرتمند بدم که اگر طبق دستوری که برات توی کپشن مینویسم انجامش بدی، درهای رزق و روزی و برکت الهی به سمت زندگیت باز میشه. پس حتما سیوش کن، چون ممکنه گمش کنی، و برای هر آن کسی که میشناسی ارسال کن، چون با این کار تو زودتر به خواستت میرسی. این یک مانترای قدرتمند از قرآن کریمه و مخصوص چاکرای قلبه. اولین آیه از اولین سوره قرآن، الحمدلله رب العالمین. اگر این آیه رو 22 روز 22 مرتبه تکرار کنی، به هر آن خواسته مالی که داری میرسی. کپشن رو بخون و هر سوالی داری از من بپرس. باید از شهروندان کشورهایی مثل دانمارک و سوئیس و فنلاند و سوئد سوال کنیم این داشتن قانون اساسی درست و نبود اختلاس و دزدی بوده که باعث شده جز شادترین مردمان جهان قرار بگیرند، یا خواندن آیات مخصوص مانترای چاکرای قلب؟ متاسفانه هرچه وضعیت اقتصادی وخیمتر میشه، بر تعداد این شیادان افسوده میشه. هر کدومشون هم ظرف مدت کوتاهی چند صد هزار دنبال کننده جذب میکنن. دنبال کننده هایی که به منظور تغییر شرایط و رسیدن به ثروت و خوشبختی این صفحات رو دنبال میکنن، غافل از اینکه بدونن به جز گمراه کردن خودشون و پر کردن جیب گردانندگان این صفحات، تغییر دیگری در زندگیشون حاصل نخواهد شد. خدایا شکرت. خدا رو شکر که هر روز بر تعداد عمله‌های رژیم جمهوری اسلامی افزوده میشه، تا در هر زمان و هر مکانی، روی زمین، توی هوا، روی دریا، روی خشکی، برای جمهوری اسلامی خونشویی کنند. از نظر من تجربه‌ای که توی این 2 روز داشتم، خب ما خیلی چیزا شنیده بودیم توی اخبار در مورد بحث نظامیمون، بحث مانورایی که میدادن، ولی وقتی میاید اینجا و از نزدیک اینا رو میبینید، نمیدونم، یه حس افتخار و یه دلگرمی به آدم دست میده. یه جوره انگار میگه آدم آخرش حالم خوبه، خیالم راحته که وقتی تو خونم نشستم. خب ما تو خاورمیانه ایم دیگه، پر از جنگ و درگیری و اینا. وقتی اینا رو از نزدیک آدم میبینه، میدونید خیال آدم راحت میشه، یعنی دلش گرم میشه که یکی هست که حواسش به ما باشه، و این واقعا برای من خیلی دلگرم کننده و با ارزش بود. بله، همزمان که شما باسن مبارکتون رو گذاشتین روی مبل و خیالتون راحته که جمهوری اسلامی هست و به خاطر گفتن این چرندیات هواتون رو همه جوره داره، بهتره یه سری به زندانهای جمهوری اسلامی بزنید و از ماشاءالله کرمی، منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه سوال کنید به چه جرمی در زندان هستند. از حسین حسینپور سوال کن جرمش چی بوده که بعد از اینکه یک چشمشو توسط شلیک ماموران حکومتی از دست داد، حالا در زندانه و با پابند و دستبند به درمانگاه میبرنش. الله.
یا اینکه صفحات اینستاگرام خانواده‌های دادخواه را دنبال کن تا شاید دلت به نیروهای امنیتی بیشتر گرم بشه. به نظرم با توجه به اینکه این اردومال بسیج بود، بهترین حالت ممکن رو داشت. بهترین. اول اینکه خیلی ممنونم از همه چیزایی که برامون فراهم کرده بودین، از هر لحاظ عالی بود. فقط اینکه کاش تعدادش تو طول سال بیشتر شه و دانشجوهای بیشتری رو بیارین، چون به نظرم نظر خیلی ها عوض شد درباره کشورمون. موهاتون رو میتونید رنگ کنید بنفش، آبی، قرمز. به هر حال در جمع برادران بسیجی هستید و قراره به مردم نمایش بدن، اشکالی نداره، چون شما ابزار تبلیغاتی هستید و به غیر از این ارزش دیگری ندارید. هر زمان که لازم باشه میگن همه چی رو بریزین بیرون، یه وقت دیگه هم برای پوشوندنشون میان بهتون جایزه هم میدن. بدن منو توی تابوت بذارید که حجم بدنمو نامحرم نبینه. یا اسما جان، ما یه روستری متبرک به حرم امام حسین رو بردیم براش. دوست داری؟ ای جان. کربلا رفتی؟ نه. من مشهدش هم نرفتم، ولی نظر گردش بودم. ایشالله که با این روستری بری امام رضا، از اونجا برات کربلا تو بگیر. یاسنا جان، میدونی همون کسایی که این جفنگ بازی رو انداختن به تو روسری هدیه میدن، به تو میگن بدنتو نامحرم نباید ببینه، بچه هاشون و نوه هاشون کجا زندگی میکنند؟ آیا میدونی همون آخوندهایی که آزادی رو از تو سلب کردن و این موجودات درنده خور رو تو خیابونها میندازن به جون شماها، نوه هاشون که همسن و سال خودت هم هستن تو چه شرایطی زندگی میکنند؟ یک نمونش آیت الله موسوی اردبیلی. مرحوم حضرت آیت الله العظما موسوی اردبیلی در تمام طول عمرشون دغدغه اساسی که داشتند تبلیغ اسلام و معرفی برداشتی معقول از اسلام بود. رحیم موسوی، نوه آیت الله موسوی اردبیلی که تمام عمرش دغدغش تبلیغ اسلام بوده، در حال حاضر در کانادا زندگی میکنه و از دموکراسی غیر اسلامی این کشور بهره مند میشه. خانم فاطمه موسوی، نوه زیباروی دیگر این آیت الله، هم در کانادا زندگی میکنه و از امنیتی که دولت کانادا برای ایشون فراهم کرده بسیار راضیه و قصد برگشتن به ایران رو نداره. سید ابوذر موسوی کریمی، نوه دیگر این آیت الله، هم ساکن تورنتوی کانادا هستند و در حال عمل به وصیت پدر بزرگه که همون تبلیغات اسلامه. این منزل مسکونی هم متعلق به خانواده موسویه که به عنوان مرکز مطالعات اسلامی در کانادا خریداری شده، که خدا رو شکر منطقه بسیار خوبیه و آرامش در این محل برقراره. آقای مسعود موسوی، فرزند آیت الله موسوی، هم به غیر از تدریس فلسفه تو کار برج‌سازی و بساز بفروش هم هستند، که اون هم احتمالاً به خاطر این هست که چون هزینه تبلیغ اسلام بسیار بالاست، ایشون مجبورن این سختی و مشقت رو تحمل کنند و شرکت‌های متعددی راه اندازی کنند. جناب مسعود موسوی با دختر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی ازدواج کرده که همین امر باعث شده مسئولیت سنگین‌تری بر دوش ایشان جهت تبلیغ اسلام باشه. خدا سلامتی بده بهشون، شب و روز دارن زحمت میکشن، از این شرکت به اون شرکت، از این کشور به اون کشور، تا اگر یک وقت خدایی نکرده اسلام به خطر افتاد بتونن از داراییشون هزینه کنند. به هر حال پول باید دست کسانی باشه که حق را میشناسن، ما که چیزی نمیدونیم. حتما بچه مذهبی ها باید عرضه داشته باشن پول در بیارن. من چون بچه مذهبی هم بهم شغل بدیم امیرالمومنین علی علیه السلام باغهایی که درست کرد، چاهایی که کند، کشاورزی که میکرد، پولی که در میآورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیاز. بقاء اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را میشناسند. آخر الزمان مردم برای حفظ دینشون نیاز به پول دارند. پول باید دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی باشه که خیلی خوب حق را میشناسند. حالا این وسط یه اختلاسی میشه، کلاهبرداری، قتلی، غارتی، نگران نباشید. به هر حال برای رسیدن به قله باید این سختی ها رو تحمل کرد. حالا اون نوک قله برامون چی گذاشتن معلوم نیست. شما خیلی دارید درد میکشید، زنگ میکشید، به هر حال میگید که این وقت اختلاس ها، این حروبایی این توش نمیدن. یه چیزی بگید که ما آرام بشیم، ما همچنان صدای شما هستیم. یه نکته که آرام من کنه، به هر حال من آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردید. آرام باشید، اینها حوادث طبیعیه، این راه دشواره،
بریم یک نگاهی بندازیم به چند مورد از این حوادث طبیعی 30 سال گذشته. فاضل خداداد سال 1371 123 میلیارد تومان اختلاس. محمود رضا خاوری 3000 میلیارد تومان سال 1390. بابک زنجانی 18000 میلیارد تومان سال 1392. پدیده شاندیز 94000 میلیارد تومان اختلاس سال 1392. بنیاد شهید سال 1393 94000 میلیارد تومان اختلاس. گم شدن دکل نفتی به ارزش تقریبی 4000 میلیارد تومان در سال 1394. بیمه ایران 7000 میلیارد تومان در سال 1394. بانک سرمایه 8000 میلیارد تومان سال 1395. اختلاس پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی و دوستان 90000 میلیارد تومان سال 1397. کروز و ازام خودرو 8000 میلیارد تومان سال 1399. فولاد مبارکه سال 1401 92000 میلیارد تومان. چای دبش سال 1402 170000 میلیارد تومان. پولهایی که حق ملت ایرانه و باید برای رفاه و امنیت مردم هزینه بشه متاسفانه افتاده دست یک مش دزد و قاتل و کلاهبردار که زندگی لاکچری برای خودشون و فرزندانشون چه در ایران و چه در آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی فراهم کردند. تا آخوند از بین نره متاسفانه تاراج اموال ملت ایران هم به پایان نخواهد رسید. قبل از هر چیز نسل این آخوندها باید منقرض بشه، کاری که رضا شاه در حال انجامش بود و خمینی هم بهش اعتراف کرده بود. در اول اوایل زمان رضاخان که قدرتش مستقر شد، یکی از اموری که او انجام داد همین بود که روحانیت را در بین مردم هی کم کم میخواست از بین ببرد. از شوفرها شروع کرده بودند. در اون زمان شوفرها یه آلت دستی بودند که بعضی از علما برای من نقل کرد، خدا رحمتش کنه، که من در عراق بودم و میخواستم بیام به تهران یا قم، اتومبیل به من اجاره نمیدادن و اون شوفر گفت که ما به دو طایفه بنا داریم که اتومبیل کرایه ندیم و اونها را سوار نکنیم، یکی فواحش و یکی محمد. این از دست شوفرها در اون زمان. سپاس فراوان از اینکه با من همراه بودید. طبق روال معمول فیلم هایی ببینیم تاریخی مربوط به قبل از شورش 57 و ورود خمینی به ایران به امید نابودی آخوندها و آزادی ایران. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اعلی حضرتین در میان شور و هیجان و ابراز احساسات بی‌نظیر مردم برای افتتاح راهن به ایستگاه مشهد تشریف فرما می شوند. ابتدا آقای جعفری استاندار و استان نهم ضمن خیر مقدم گفتند تصادف جشن گشایش راهن خراسان با عید فرخنده و مذهبی فطر از تصادفات میمنت بخش تاریخی است که از نظر مردم خراسان به فال نیک تلقی می شود. بعد آقای دکتر شادمان نایب التولیه آستان قدس رضوی عظمت کاری را که انجام شده یادآور شدند و مراتب شاه دوستی و وطنخواهی مردم خراسان را به عرض ملوکان رسانیدند. سپس تیمسار سرلشکر انصاری وزیر راه که زیر نظر ایشان این خط به اتمام رسیده است ضمن عرض گزارش از پیشگاه مبارک ملوکان استدعا کردند با نصب آخرین پیچ و مهره خط و قطع نوار سرنگ اجازه فرمایند بهره برداری راهن مشهد آغاز گردد. پس از گرداندن پیچ نقره و قطع نوار سرنگ به دست مبارک ملوکانه، نخستین قطار مسافربری مشهد که 400 تن مسافر را رایگان به تهران می‌برد، در میان غریو شادی مسافرین به حرکت در می‌آید. شاهنشاه و ملکه با حرکت دست به ابراز احساسات مسافرین که عازم تهران هستند پاسخ می‌دهند. و بدین ترتیب یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای پیشرفت اقتصادیات کشور و بهبود وضع زندگی مردم عملی می‌گردد. اعلی حضرت همایون شاهنشاه قبل از سفر به اروپا استودیوهای جدید رادیو ایران را با حضور بالا حضرت شاهنشاه، هیئت دولت، رؤسای دو مجلس، وزیر دربار شاهنشاهی و آقای ویلز سفیر کبیر آمریکا در ایران افتتاح فرمودند
و اجرا کنندگان برنامه ها را مورد مرحمت قرار دادند. مدیر کل انتشارات و رادیو تگ عرض گزارش به پیشگاه ملوکانه معروض داشت که بنا به پیشنهاد انتشارات و رادیو اداره همکاری های فنی ایران و آمریکا ایجاد فرستنده 50 کیلوواتی و ساختمان این استودیو را تقبل نمود. کلیه لوازم فنی از آمریکا وارد شد و در مدت 3 ماه به دست مهندسین ایرانی با نظر یک سرمهندس آمریکایی نصب گردید. سفیر آمریکا استودیوها را تقدیم داشت و اظهار امیدواری کرد که این استودیوی جدید همواره چون وسیله نیرومندی در دوستی مشترک و همکاری در پیشرفت ارتباط و حسن تفاهم بین مردم جهان از هر نژاد و مذهب به کار رود.